به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. رسانه های ایرانی گزارش دادند که یک مرد ایرانی که متهم به تجاوز جنسی به یک دختر 12 ساله اهل افغانستان شده بود، از سوی دادگاه این کشور محکوم به اعدام شده است. رسانه های ایرانی از او به نام حسام یاد می کنند و می گویند که اواخر سال گذشته خانواده مهاجر افغانستانی او را متهم به تجاوز به دختر 12 سالشان کرده بودند. به گفته رسانه ها، مادر این دختر 12 ساله به پلیس ایران گفته از دخترش از سوی مرد صاحب خانه ای که در آن به عنوان صفاکار مشغول به کار بوده مورد تجاوز قرار گرفته است. او گفته از من برای خرید بیرون رفته بودم و دختر 12 ساله ام را در خانه تنها گذاشتم. وقتی بعد از نیم ساعت برگشتم متوجه شدم حالا دخترم خوب نیست. بعد از پرس و پال دخترم گفت که بعد از خروج من از خانه حسام به او تعرض کرده است. بر بنیاد گزارش رسانه های ایرانی، کارشناسان پزشکی قانونی تعرض به دختر را تایید کردند. طبق این گزارش ها این مرد 34 سال سن دارد و به جرم خود نیز اعتراف کرده است. این مرد در دادگاه گفته است من قبول دارم که اشتباه کردم، اما آن روز مواد مخدر مصرف کرده بودم و در حالت طبیعی نبودم. وقتی به خود آمدم فهمیدم چه اشتباهی مرتکب شدم. با این حال دادگاه ایران این آزارگر دختر 12 ساله افغانستانی را به اعدام محکوم کرده است. گفتنی است که ایران بارها افرادی که متهم به تجاوز علیه زنان و کودکان شده اند را اعدام کرده است. وزارت حمل و نقل و هوانوردی طالبان میگوید که توافقنامه برای آغاز پروازهای مستقیم با قطر را امضا کرده است. این وزارت دوشنبه در حساب اکس خود نوشت که این توافق با حضور عبدالسلام ایدری، معاون وزارت، و محمد فلال هجری، سرپرست اداره هوانوردی قطر امضا شده است. بر اساس این توافق حقوق ترافیک هوایی بین دو کشور افزایش می‌یابد. وزارت حمل و نقل و هوانوردی طالبان همچنان افزوده است شرکت‌های هوایی دو کشور می‌توانند پروازهای مستقیم انجام دهند و تسهیلات برای مسافران ترانزیتی فراهم خواهد شد. این وزارت پیشتر از آغاز پروازهای شرکت هوایی ایران ایرتور میان کابل و تهران خبر داده بود. خبر وحشتناک از زادگاه مارشال دوستم که تازه به ما رسید. منابع محلی در فاریاب میگویند که تفنگداران ناشناس یک مرد را در ولسوالی المار این ولایت به ضرب گلوله به قتل رسانده و پسرش را زخمی کردند. منابع روز سه‌شنبه 8 اقرب به خبرگزاری پایگاه گفتند که این مرد جواد نام داشت و روز گذشته دوشنبه 7 اقرب هنگامی که با پسر نوزادش از بازار خواجه گوهر به طرف خانه اش در حرکت بود، در مسیر را توسط دو فرد مسلح موتورسیکل سوار تیرباران شده است. به گفته منابع، جواد از زمان حکومت جمهوریت تا کنون مصروف کارهای کشاورزی و دامداری بود و با هیچ کسی خصومت نداشت. منابع افزودند که انگیزه و عاملان قتل این مرد فاریابی هنوز روشن نشده است. و در پایان خبر وحشتناکی که تازه از آرزگان به ما رسید. منابع در آرزگان میگویند که در پی سقوط یک موتر تیز رفتار از پل به دریا در این ولایت 8 تن جان باخته و یک نفر دیگر زخمی شده است. منابع دوشنبه 7 اقرب به روزنامه 8 صبح گفتند که این رویداد شب گذشته ناشی از شکستن یک پل چوبی در منطقه هندوگک ولسوالی گیزاب رخ داده است. قربانیان این رویداد همه مردان هستند. مسئولان محلی طالبان در آرزگان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.